خب ما تا اینجا کار در مورد توسعه محصول و ایده ها و نیاز کاربر صحبت کردیم در این قسمت میخوایم به تحلیل بازار بپردازیم و پامون از محصول فراتر بذاریم و ببینیم که اون بیرون داره چه اتفاقی برای ما میفته مسئله مهمی که در مورد بازار وجود داره اندازه بازاره اندازه بازار یکی از اون انگیزه های اصلی هر تولید کننده و هر تیمیه که میخواد یک محصولی رو تولید بکنه و به بازار عرضه بکنیم چرا که ارزش مالی اون بازاره که اون تیم رو به وجد میاره که یک محصولی رو تولید بکنه مسئله که توی اندازه بازار وجود داره اینه که یک مدیر محصول باید بتونه این بازار رو تحلیل بکنه و ببینه که حجمش چقدره و اون قرار کجای این بازار قرار بگیره و چه سهمی ازش بگیره اگر بخوایم تحلیل بکنیم این روش ها رو دو تا روش کلی وجود داره و دو تا اپروچ متفاوت وجود داره یکی روش تاپ داون هست یکی هم روش باتم اپ هست در روش تاپ داون کاری که ما انجام میدیم اینه که ما میایم حجم کل بازار رو محاسبه میکنیم برفرض وقتی میخوایم یک نرم افزاری رو تولید بکنیم و بازار عرضه بکنیم نگاه میکنیم ببینیم که ارزش این مالی که این نرم افزار الان در بازار داره چقدره برفرض میایم میگیم اگر 10 تا نرم افزار هستن و توی بازار دارن کار میکنن اینها ارزش نقدی که میتونن داشته باشن چقدره چه رونیوی رو چه درآمدی رو دارن تولید میکنن این میشه حجم کل اون بازار و بعد از اینکه ما این حجم کل رو حساب کردیم حالا احتمالا یک دقتی هم بعد واسه در نظر بگیریم دیگه ممکنه که تا یک جاهایی یک سری محصولات رو نتونیم حساب بکنیم اطلاعات ازش نداشته باشیم ولی به طور کلی میتونیم تخمینی ارائه بدیم که بگیم که این بازار انقدر میارزه بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میایم یک سهمی رو ازش متصور میشیم و میگیم اگر ما قرار باشه این محصول رو دیولوب بکنیم توسعه بدیم و به بازار عرضه بکنیم قراره که بر فرض 3 درصد 4 درصد 10 درصد 20 درصد این بازار رو جذب بکنه و بگیره برای خودش بکنه این یک فرضه و ما نمیتونیم بهش خیلی اکتفا بکنیم ولی به هر حال یک پیش بینی به ما میده که میتونیم بگیم اگر قرار باشه برنامه ریزی بکنیم برای اینکه این تیم به سوداوری برسه ما تارگتمون اینه که هدفمون اینه که به این عدد برسیم نکته ای که وجود داره این روش یه مقداری از نظر شاید بخوام بگم صحتش و اعتبارش زیر سواله به خاطر اینکه شما مبتنی بر مفروضاتتون دارین صحبت میکنید و هیچ شواهدی از اینکه قطعا شما به اون درصد به اون مارکت شیر برسید وجود نداره این به همین خاطر روش خیلی دقیقی نیست و نمیشه بهش اتکا کرد اما روش ساده تریه خیلی سریعتر شما میتونید محاسبه بکنید و شاید برای تصمیم گیری های اولیه تو مرحله که حالا بحث ایده مطرحه انگیزه خوبی برای شما باشه و دیتا خوبی بهتون بده در روش باتم هم ما مدل دیگری کار میکنیم مدل دیگه‌ای که میخوایم بهش بپردازیم اینه که ما بیایم به جای اینکه فرض بکنیم حجم کل بازار چقدر هست نمونه از اون نرم افزار رو که در بازار الان موجوده و داره کار میکنه بررسی میکنیم و حدس میزنیم که تخمینی میزنیم که چقدر درآمد داره تولید میکنه چقدر فروششه و چه مقدار از بازار رو گرفته و وقتی که اون رو آنالیز میکنیم و یک تخمینی ازش در میاریم میایم فرض میکنیم که ما هم میتونیم فلان فیچر رو بزنیم فلان محصول رو بدیم تو این بازه زمانی این کار رو بکنیم و بتونیم جای اون رو بگیریم به همین خاطر این روش روش زمان برتریه برای اینکه ما باید دقیقتر محاسبه بکنیم دیتا در مورد یک محصول خاص رو که وجود داره رو بررسی بکنیم و به دست بیاریم و اینها زمان بیشتری از بره اما فرقی که با روش تاپ داون داره اینه که روش محافظه و احتمالاً عدد دقیقتری به ما میده و این روش اصولا روشیه که برای برنامه ریزی یا سرمایه گذاری بیشتر به کار میره به خاطر اینکه احتمالا سرمایه گذار نمیخواد ریسک بکنه و صرفا روی یک سری قول هایی که خوشبینانه در روش تاپ داون بهش میدیم بخواد سرمایه گذاری بکنه و سرمایه خودشون رو بسوزونه در قسمت بعدی ما میخوایم به شناسایی رقبا بپردازیم توی این قسمت شاید یکی از مهمترین قسمت هایی باشه که یک پروداکت منیجر باید بهش بپردازه و بتونه دقیق بشه و بتونه محصولاتی که در بازار وجود داره رو شناسایی بکنه. در شناسایی رقبا شما موارد زیادی رو باید مد نظر داشته باشید. وقتی شما یک محصولی رو به بازار میخواید عرضه بکنید یک ایده توی ذهنتون هست، احتمال اینکه با دو تا حالت کلی مواجه بشید هست. یکی اینکه شما با یک انبوهی از رقبا مواجه خواهید شد یا اینکه در یک بازار بیرقیب خواهید که احتمالا حالا شاید بتونیم وصلش بکنیم به اون تفسیر استراتژی اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز وقتی شما وارد یک محصولی میخواید بشید واسه بازاری میخواید بشید که هیچ رقیبی وجود نداره احتمالا شانس برد زیادی دارید اما اینو در نظر بگیرید که یک نکته وجود داره ممکنه که شما دارید جای اشتباهی رو قدم میذارید به این خاطر که این قضیه یک دو روی سکه داره یا اینکه شما یک ایده فوق العاده نابی رو با خودتون هم دارین حمله میکنید تو تیمتون دارید و میخواید پرورشش بدید یا اینکه دارید یه کاری میکنید که تقاضایی براش وجود نداشته تا الان به همین خاطر رقیبی هم در حقیقت توی بازار وجود نداره که بخواد شما رو اذیت بکنه اما اونجایی که دارین قدم میذارید جایی که هیچ درآمدی واسه شما تولید نخواهد کرد ما به طور کلی وقتی که میخوایم در رقبا صحبت بکنیم باید سعی بکنیم اونها رو از چند بعد بررسی بکنیم ببینیم مثلا ها چه شکلی هستند، دارن چه کاری انجام میدن و چه چیزی رو دارن ارائه میدن مسئله ای که وجود داره اینه که ما خیلی وقتا فکر میکنیم بعضی ها رقیب ما هستن ولی اون رقبای ما در حقیقت سلوشن متفاوت و راهکار متفاوتی رو دارن عرضه میکنن یا ممکنه که اصلا تارگت تارگت گروپ متفاوتی رو داشته باشن توی بازار جای دیگری رو هدفگیری کردن که بخوام بهش سرویس بدن یا هر فیچرشون داره یک نیاز دیگری رو جواب میده و لزوما شباهت به محصول ما ندارن اما ما باید تفاوت این رقبا رو با هم دیگه تشخیص بدیم و بتونیم اونها رو دستبندی بکنیم ما یک مبحثی رو داریم به عنوان فیچر تریژ. تریاج یک اصطلاحیه که در پزشکی در اتاقهایی که بعضی هم تو بیمارستان ها وجود دارن اطلاق میشه بهشون که در اون اتاق حال عمومی بیمار بررسی میشه و حالا چکاپ میشن فشار خونشون شرایط عمومی اون بیمار رو میسنجه ما هم در حقیقت وقتی یک فیچر رو در یک محصولی میبینیم محصول رقیب یا فیچری رو میخوایم خودمون اضافه بکنیم به محصولمون باید یک واحد تریاج داشته باشیم و بدونیم که این فیچر قراره به ما چه چیزی رو اضافه بکنه فیچرهایی که داریم اضافه میکنیم به محصول از سه حالت کلی خارج نیستن یا دارن به جذب کاربر کمک میکنن یا دارن کار برای فعلیمون رو خوشحال میکنند و یا دارن به جایگاه برندمون کمک میکنن ما باید بدونیم قبل از اینکه یک فیچر رو میخوایم اضافه بکنیم به محصولمون کدوم یکی از این تا دسته رو داریم جواب بهش میدیم این فیچر قرار چه کمکی به ما بکنه و ما نباید خیلی شتاب زده تصمیم بگیریم که فلان فیچر رو چون محصول رقیب داره مثلا ارائه میکنه ما هم باید اضافه بکنیم این رو مد نظرتون داشته باشین در ادامه شناسایی رقبا ما در مورد روش میخوایم صحبت بکنیم خب تو این قسمت من میخوام در مورد شناسایی رقبا و روش که برای شناسایی رقبا میتونید استفاده بکنید کمکتون کنم. یه ایدهی که قطعا به ذهن خودتونم رسیده اینه که از گوگل استفاده کنید. بله. گوگل شاید جامع ترین ابزاری باشه که ما واسه جستجوی رقبای خودمون میتونیم استفاده بکنیم. شما میتونید با استفاده از گوگل ببینید که در حقیقت محصولی که دارید شما ارائه میکنید چه رقبایی دارن. خیلی وقتا وقتی که اون سرویسی که شما دارید ارائه میکنید رو به فارسی خیلی ساده بنویسید مثلا برفرس سرویس ارائه غذا به تحویل غذا به شما احتمالا پیشنهادات خود گوگل رو نمایش میده که کاملا اون رقبای شما تو همون لیست صفحه اول احتمالا وجود داره این یکی از روشهایی که شما میتونید استفاده بکنید نکته که وجود داره برای اینکه شما دقیقتر بتونید این کار رو انجام بدید باید از مستندسازی استفاده بکنید شما میتونید یک فایل اکسل باز بکنید و توی اونها چند قسمت داشته باشید قسمت اول قسمت شناخته شده ها قسمت دوم قسمت ناشناخته ها شما قرار رقباتون رو به دو دسته کلی تقسیم بکنید اونهایی رو که میشناسید و اونهایی رو که نمیشناسید در مورد اونهایی که نمیشناسید دو تا کار فوری باید انجام بدید یک اینکه نذارید کسی بدونه که شما آن رو نمیشناسید دو اینکه سریعا اونها رو بشناسید و باید سعی بکنید که و تحقیق کردن در مورد اونها و شناسایی فیچرهاشون اونها رو در حقیقت به دسته شناخته شده ها اضافه بکنید شما موقعی که دارید رقباتون رو بررسی میکنید باید ببینید که اونها چه فیچری رو دارن ارائه میکنن و این فیچر قراره که به چه نیازی پاسخ بده و این نیاز نیاز چه کسیه شما این مسئله رو باید در مورد تک تک فیچرهایی که در محصول خودتون و محصول رقباتون وجود داره در نظر بگیرید و به این سوال پاسخ بدید اگر نتونید این پاسخ رو بدین مطمئن باشید فیچر رو اضافه خواهید کرد که صرفا بار فنی سمت تیم شما میاره و در نهایت آورده مالی واسه شما نخواهد داشت یکی از جاهای دیگه ای که شما میتونید رقبات رو شناسایی بکنید احتمالا بخش شکایت مشتریانه شکایت مشتریان وقتی در توییتر، در اینستاگرام یا در کامنت های سایت خودتون اگر سایتتون کامنت به یا در اپلیکیشن خودتون احتمالا میتونه دیده بشه و ثبت بشه و اونجا میتونید برید سراغش فرض میبینید که یک کسی نوشته که من از فلان سرویس استفاده کردم فوق سرویس بدی به من ارائه دادن و اصلا مشتری مدار نیستن و فلان مشکل رو با سرویس که من دادن ایجاد کردن و در نهایت پیشنهاد میده میگه به نظر من از فلان سرویس استفاده بکنید که سرویس بهتری هست وقتی که در حقیقت اونجا کاربر میاد اشاره میکنه به یک برند دیگه شما این هینت و علامت دارید میگیرید که فلان سرویس که کاربر منشن کرده احتمالا به شما کمک خواهد کرد که یک رقیب درست درمون و خیلی قدری باشه و بتونید شناساییش بکنید و ببینید که نقاط قوت و ضعف اون محصول چیه و اون رو بتونید در محصول خودتون لحاظ بکنید روش دیگری که میشه شناسایی رقبا رو انجام داد تبلیغات با کلید واجه های مشابهه شما میتونید اون سرویس رو که دارین ارائه میدین به صورت جمله فارسی بنویسید و ببینید که گوگل به شما داره چه چیزی رو ارائه میده یا میتونید برند خودتون رو در گوگل سرچ بکنید و ببینید که چه کسانی روی اونها ادورز رفتن یا دارن تبلیغ میکنن و اینها در حقیقت رقبای احتمالی شما خواهند در بخش دیگه من به بررسی انواع رقبا میپردازم